بچه سلام، وقتتون بخیر. صدامو دارید؟ خیلی جلسه دوم کلاس تست رو در خدمتتون هستیم. جلسه قبل یک سری از در واقع از فصل اول یک سری تستاش رو کار کردیم و این جلسه میخوام ادامه تست ها رو کار بکنیم. جلسه قبل سوال 4 رو گفتم بعد توضیح میدم. سلام، میخوام این هفته الان این رو یه چند دقیقه وقت بذارید سوال 4 رو روش فکر بکنید. گفته معادله x2 به علاوه ax به علاوه 4 تقسیم بر x2 منهای 2x منهای 3 فقط یک ریشه دارد، چند مقدار برای a ممکن است. این رو چند لحظه بهتون در حد الان ساعت 4:07 است، تا 4:10 وقت میدم روش فکر بکنید. در حد 3 دقیقه روش فکر بکنید ببینم که چی به ذهنتون میرسه. یه معادله گویا هست و گفته که یک جواب دارد، در واقع یک دونه ریشه داره. میخوام ببینم که چی به ذهنتون میرسه. سلام. خب یعنی دلتاش صفره دیگه چی؟ خب 9:01 دیگه وقت دارید. حالا اینکه وقتمون خیلی نره، من براتون بازش بکنم. اولا اگه یادتون باشه معادلات گویا رو یک مرور بکنیم، میگفتیم A روی B مساوی با C روی D، یعنی دو طرف رو یک کار میکردیم که فقط یک دونه کس داشته باشه. بعد چی کار میکردیم؟ طرف این وسطه، یعنی اینو در این ضرب میکردیم. الان اینجا سمت راست ما کلن یک دونه، این اصلا کس نداره، یک صفره. حالا اینجا میتونیم به راحتی طرفین وسطین بکنیم. خب من قبل از این که طرفین وسطین بکنم یه کاری میخوام بکنم، میخوام مخرج رو ساده بکنم. میشه بالا x2 به علاوه ax به علاوه 4 روی x چند منهای 3 در x به علاوه 1. من این رو ساده کردم شده این. حالا بچه این رو طرفین وسطین بکنین، آقا یه حالت طرفین وسطین بکنیم چی میشه؟ این در این ضرب میشه، میشه صفر. درسته تا اینجا؟ اینه میشه x2 به علاوه ax به علاوه 4 مساوی با صفر میشه. میگه میخوام یک ریشه داشته باشه. خب من الان رسیدم به یک معادله درجه 2، رسیدم به یک معادله درجه 2، میخوام یک دونه ریشه داشته باشه. برای اینکه این اتفاق بیفته، یعنی یک دونه ریشه داشته باشه، باید دلتا مساوی با صفر باشه. خب اینو قرار میدم دلتا مساوی با صفر میشه A2 منهای 4 تا A در 3 مساوی با چند؟ صفر. دلتا اینو به دست آوردن، یک آ اینجا الان میشه A2 منهای 16 مساوی با صفر، بنابراین آ میشه مثبت منفی 4. یعنی من اگر آ رو مثبت 4 یا آ رو منفی 4 قرار بدم، این بالا یک دونه در واقع صورت یک دونه ریشه مضاعف دارم. خب حالا نیا کن،
این کار رو انجام میدم، یعنی به جای آ میذارم. میخوام این سوال رو دقیق دقت بکنی. سوال به این ساده ای نیست، یکم باید باش کار بکنیم. میشه x2 به علاوه 4x به علاوه 4 پایین چی؟ x منهای 3 در x به علاوه 1. این یه حالته. یه حالت دیگه نها کن، x2 منهای 4x به علاوه 4 x منهای 3 x به علاوه 1. حالا دقت بکنید این رو نها کن، چون ریشه در واقع بالا رو من ساده بکنم میشه x به علاوه 4 به توان 2، اینجا همین میشه x منهای 4 به توان 2. یعنی بالا رو من ساده کردم شده این. ریشه صورت چون با مخرج در واقع یکی نیست خط نمیخوره، اینجا اوکیه، من به این فعلا کاری ندارم. پس هر دوتا قبوله، یعنی من هم میتونم آ رو در واقع بذارم، آ مساوی با مثبت 4 و منفی 4، هر دوتا قبول هستن. دقیق دقت بکنید چی دارم میگم. این تا اینجا. حالا یه حالت دیگه در نظر بگیرید، حالت دوم. بچه ها پایین رو دقت بکنید، می‌نویسم x منهای 3 در x به علاوه 1. حالا اگه صورت نگاه کن، ما این آ مجهوله دیگه، درسته؟ آ مجهوله. این آ رو من هر چیزی میتونم بذارم، به جای این آ هر چیزی میتونم بذارم. اگه یک جوری در واقع قرار بدم که یکی از ریشه هاش بشه x منهای 3، یعنی بشه 3. فرض کن من بالا رو یک جوری بنویسم به این شکل بشه. حالا این عبارت بعدیشو من کاری ندارم. نگاه کن، چون مثلا اینو بذار بنویسم، مثلا x به علاوه 2. فرض کن اینو نوشتم. فرض کن، یعنی هنوز من اینو این کار رو انجام ندادم. فرض کن اینو نوشتم. خب اگه دقت بکنی، باز نگاه کن، صورت با مخرج خط میخوره، بنابراین یک ریشه میشه منهای 2. دقت بکن چی دارم میگم. خب الان حالت بالایی من اینجا یه کار کردم دلتا مساوی با 0 باشه، همه تونم همین رو گفتیم، در صورتی که این به تنهایی کافی نیست. الان من میتونم یک کاری بکنم دلتا بزرگتر از 0 باشه، یعنی دو تا ریشه داشته باشه، ولی ریشه‌اش چی باشه؟ یکی از ریشه هاش 3 باشه. حالا من به اون یکی دیگه کاری ندارم. خب یکی از ریشه هاش 3 باشه. بچه‌ها چجوری الان یکی از ریشه ها 3 یه نگاه کن، الان این تابع درجه دوی بالا یکی از ریشه ها 3 هست. آ رو پیدا کن. خب من به جای x2 به جای x میذارم 3، چه اتفاقی میفته؟ میشه 9 به علاوه 3a به علاوه 4 مساوی با چند؟ 0. آ میشه چند؟ میشه منفی 13 سوم. الان اینجا یکی از ریشه ها، اگه من x رو در واقع x مساوی با 3 یکی از ریشه ها باشه، ریشه بعدی چی میشه؟ ریشه بعدی رو بچه ها، ریشه بعدی چی میشه؟ تابع این بود، x2 به علاوه AX به علاوه 4. اگه یکی از ریشه ها رو 3 در نظر بگیرم بچه، ریشه دیگه چی میشه؟ یادتون باشه پی میگفتیم 3ام، که اینجا میشه 4. پس ریشه یک ریشه ضرب در ریشه بعدی شده 4. پس یک ریشه که 3 هست، ریشه بعدی چنده؟ 4/3. حالا دقت بکنید، یعنی چی؟ من اینو باز دوباره بنویسم اینجا. اگر یکی از ریشه ها 3 باشه به این شکل میشه، نکن میشه x منهای 3، ریشه بعدی رو به دست آوردیم 4/3. من رو بچه دارم براتون توضیح میدم که چی شده. x منهای 3 x به علاوه 1. نکن من اون تابع درجه، تو اون تابع درجه 2 من آ رو جوری تعیین کردم
که یکی از ریشا بشه x، در واقع یکی از وقتی تجزیه کردم یکی از عبارت ها بشه x منهای 3 که با این خط بخوره. آره یکم سوال سنگینیه خام آقازاده، باید یکم روش فکر کنید، یه ذره دقت بکنید. من بذارید باز یه بار یه چیز دیگه بهتون توضیح بدم. نگاه کن الان ما دقت بکنید بعد روش فکر کنید، تمرکز بکنید. الان این بالا این سوال به همین هفته قبل حل نکردم، میخوام روش کار بکنید الان. بعد خیلی ها میگن شاید اینا تو کنکور نده، میاد، یعنی همینا تو کنکور میاد. الان من تا اینجاشو گام به گام با هم بریم و اون حالت گیجیتون در بیاد. من اینجا نکن یه ماده درجه دویه، طرفین وسطین کردم رسیدم به این. اینو که دیگه تا اینجا همه قبول دارید، خب ساده است. میگم من میخوام یک کاری بکنم فقط یک ریشه داشته باشه. خب شما همتون میگید چی؟ میگید آقا دلتا اینو مساوی، چون یه تابع درجه دویه، اگر دلتاشو مساوی صفر قرار بدیم یک ریشه داره. منم میگم بله، دلتا رو مساوی با صفر قرار میدیم، آ به دست میاد مثبت منفی 4. تا اینجا بچه همه قبول داریم؟ خب بقیه بچه هم جواب بدم. بله حالا بریم حالت بعدی. حالت بعدی من چی میگم؟ میگم آقا اینجاست، از اینجا پایین در نظر بگیرید. میگم فرض کنید دلتا بزرگتر از صفر باشه. ببین دارم چی میگم؟ دلتا بزرگتر از صفر باشه. وقتی دلتا بزرگتر از صفر باشه چند تا ریشه داره؟ دو تا ریشه داره. خب میگم نداره، دلتا رو بزرگتر از صفر بذار، ولی یه کاری بکن، یکی از، یعنی اون آر رو یک جوری انتخاب بکن که یکی از ریشه ها بشه ایکس منهای 3. اون که دیگه دست خودمونه دیگه، یه کار بکن بشه ایکس منهای 3. اینو قبول دارید تا اینجا؟ خیلی خوب، حالا چیکار کنیم؟ نه ما اگه خب وقتی میگیم ایکس منهای 3 باید داخلش باشه یعنی چی؟ یعنی ایکس مساوی با 3 ریشه این تابع، این معادله درجه دویه. خب من ایکس مساوی با 3 رو میذارم داخل تابع، آ چند به دست میاد؟ 4/3. تا اینجا قبول داریم؟ وقتی یکی از ریشه ها بشه 3 آقای استادی، ما چی داریم؟ ما الان نگاه کن، ما میخواییم ایکس منهای 3 ایجاد بشه. ما میخواییم ایکس منهای 3، نه روش کوتاهی نداره. ما میخواییم توی ضابطه بالامون، این روش کوتاهی ها، من دارم زیاد توضیح میدم، این روش سختی نیست. ما نگاه کن میخواییم یک کاری بکنیم که این تابع درجه دو، این ماده درجه دو رو که تجزیه کردیم توش ایکس منهای 3 ایجاد بشه. این کاری که من میخوام انجام بدم، یعنی الان تابع بذار من اینو اینجا بنویسم، اینا رو بذار پاک کنم. خب دقت بکنید، الان اینجا من میخوام آ رو، دقیق دقت بکنید به این جمله ای که میگم مسلط بشید. ببینید عزیزان، الان من یه بار دیگه این رو بنویسم پایین، نکن پایین، ایکس منهای 3 دارم و ایکس به علاوه 1 دارم. بالا چی؟ بالا همین رو دارم، ایکس رو به علاوه آیکس به علاوه 4 رو دارم. من میخوام دقیق دقت بکنید، من میخوام این آ رو جوری تعیین بکنم که چه اتفاقی پیش بیاد؟ یه ایکس منهای 3 بالا ایجاد بشه. ایکس منهای 3 بالا ایجاد بشه. وقتی ایکس منهای 3 بالا ایجاد بشه این با این خط میخوره. نکنه این با این خط میخوره، یه تابع، این بالا تابع درجه 2 دیگه. بنابراین بالا فقط یه چیز دیگه هم بالا داریم. بالا فقط یک ریشه خواهد داشت. الان تا اینجا همه فهمیدن دنبال چی هستیم؟ من نمیخوام حفظ کنی، میخوام درک کنی ببینی دنبال چی هستیم. چرا ایکس
ایکس به علاوه خب اونم میشه، اونم یه حالت دیگه است، اونم یه حالت دیگه است. خب پس یه حالت دیگه هم حالا آقای استاد اجازه داشتن، یه حالت دیگه چیه؟ یه حالت دیگه اینه، پایین نکن، ایکس ایکس منهای 3 دارم در ایکس به علاوه 1، یه کاری کنم که بالا هم یعنی اون آ دست خودمه، یه کاری کنم بالا هم ایکس به علاوه 1 ایجاد بشه. اگه ایجاد بشه این با این چیکار میکنه؟ خط میخوره. پس نما من الان دو حالت دارم، یک بار به جای آ یه عددی بذارم که ایکس منهای 3 ایجاد بشه، یک بار یه عددی بذارم که ایکس به علاوه 1 ایجاد بشه. حالا اینا نها کن، اینا باید به عمق مفاهیم دقت بکنید، همیشه شانسی نمیشه، علکی نمیشه. وقتی میگم یکی از عبارتها ایکس منهای 3 باشه یعنی چی؟ یعنی ایکس مساوی با 3 ریشه تابعه، ریشه این معادله درجه 2. خیلی خوب، به جای ایکس بذار 3، من به جای ایکس میذارم 3، میشه 9 به علاوه 3 آ به علاوه 4. وقتی میگیم ریشه یعنی چی؟ یعنی وقتی ایکس رو میذاریم داخلش جواب میشه 0. آ میشه چند؟ منفی 13 سوم. این یه حالته. حالت بعدی، حالت بعدی میخوام ایکس به علاوه 1 ایجاد بشه. ریشه ایکس به علاوه 1 چیه بچه ها؟ ایکس مساوی با منهای 1. ایکس مساوی با منهای 1 یعنی من اگر ایکس مساوی با منهای 1 رو گذاشتم داخل بعد چی بشه؟ جواب بشه 0. پس این کار انجام میدم، میگم منهای 1 به توان 2 به علاوه آ در منهای 1 به علاوه 4 مساوی با چند؟ 0. آ میشه چند بچه از اینجا؟ آ میشه 5. خب به همه این دقت بکنید، من اگر آ رو بذارم منفی 13 سوم یا آ رو بذارم 5 یا برگردم بالا آ رو بذارم مثبت منفی 16، چه اتفاقی میفته؟ این اتفاق میفته که فقط یک دونه ریشه داریم. پس بنابراین وقتی گفته چند مقدار برای آ ممکن است، 4 مقدار برای آ ممکن هست. این سوال رو بچه ها باید روش فکر کنید، یعنی باش کار بکنید، چندین بار حل بکنید، ببینید چی به چی، یعنی شانسی این کار رو انجام ندید. من میذارم که اسکرین‌شات بگیرین، اسکرین‌شات بگیریم بچه ها. همه فهمیدن چی شد؟ خواه آقازاده، من فقط تنها اتفاقی که الان اینجا افتاد توضیح دادم، یعنی خودتون اگه بخواییم بشین حل بکنید خیلی طول نمی کشه. آقازاده اگر اسکرین‌شات بگیر بهتره چون خیلی طول می کشه. خب این هم اسکرین‌شات بگیرین که من مثال بعدی رو ببینم. این سوال ها بچه ها من با ترتیبی که من میگم بخونید، چون یک دفعه اگه من جلسه قبل اینو میگفتم دیگه الان هنگ میکردین. هر هفته بچه ها کلاس هست، حتما کار بکنید، پا به پای من پیش بیاد، انشاءالله یک نتیجه خیلی خوبی بگیرید. خیلی سوال 23، حالا اونایی که کتاب جلد دو رو دارن سوال 23 رو بیارن. خواهش میکنم. خب سوال 23، اسکرین شات بگیرین بچه‌ها، چون این سوال خیلی طولانی شد، نمیخوام از طولانی بشه سوالا. سوالا رو بچه‌ها تحلیل بکنید، نکنید اینجوری نباشه که فقط سوال حل بکنید، همه سوالها رو پا به پای من تحلیل بکنید، عجله نداشته باشید، اینا مفاهیم
پایه ریاضی هست باید به دقت یاد بگیرید. خب بریم سوال 23. پاسخ تشریحی داره بعد از این که فیلم ها رو در واقع قرار دادم و اینا. آره توی گروه میذارم. پاسخ تشریحاش هم میذارم. بله خب پاسخ تشریحا شاید اینقدر توضیحی که من میدم نداشته باشه بعد اذیت بشین. پاسخ تشریحاشو به صورت فایل میذارم چون اونجوری خیلی دیگه حجمش زیاد میشد. بعدش من هدفم اینه که شما سوالها رو روش فکر بکنید بعد جوابها رو بهتون بدم. اگه همینجوری جوابها رو بهتون بدم روش کار نمی کنید و نتیجه نمی گیرید. خانم علی پور من از این بابته که جوابهای تشریحی رو نذاشتم. خیلی خوب سوال 23 رو حل بکنید بچه. هوا هوای مهره. اصلا من انقدر افسردم الان اصلا هیچ چیزی ندارم. شنبه هم یه امتحان سنگینی دارم نگران اونو هستم به همین امروز. بله خب شما شارژ باشید. خیلی خوب یکم داد بزنم و کش داد بزنم. خیلی خب سوال نگاه کن گفته معادله فلان دارای چند ریشه حقیقی هست. اینجا باید چی کار بکنیم بچه ها؟ به نظر شما باید چی کار بکنیم؟ تواندو تواندو یکم سخت میشه. باید رادیکال از بین ببریم. خب به چه صورت؟ دقت کن آقا نیا کن اینو یادت باشه. الان اینجا اصلا شبیه این نیست اگر دقت بکنید. دوتا هیچ ربطی به هم ندارن ولی یه کاری من میتونم بکنم. اینجا نکن مخرج مشترک اول بگیرم ببینم چی میشه. من اگه مخرج مشترک بگیرم میشه دو به علاوه یک ایکس و مخرج مشترکشون رو میگیرم ایکس. دقت بکنید میشه این میشه دو ایکس به علاوه یک و ایکس میشه این. بعد اگه این دوتا رو با هم مقایسه بکنید میبینید عکس هم دیگه هستند. نگاه کن این بالا داریم 9 بعد x روی 2x به علاوه 1 به علاوه 2x به علاوه 1 روی x مساوی با چند؟ 6. خب اگه دقت بکنید بچه‌ها این دوتا عکس هم هستن. فاکتور هم نه. بیا تغییر متغیر بده. تغییر متغیر چجوری این کار انجام بدم؟ مثلا میگیرم این رو t این میشه چی؟ یک روی t. نه این عکس هم دیگه است. این 2x به علاوه 1 روی x این رادیکال x روی 2x به علاوه 1 عکس هم دیگه است. خب اون 9 فرجش نیست 9 ذری بشه. فرجه اگر بود اینجا بود. این فرجه نیست ضریبه. حالا دقت کن نیا کن باز اگر من این رو مرتب بنویسم میشه 9 روی تی به علاوه 9 به علاوه تی مساوی با 6. خب حالا دقت کن برای اینکه مخرج از بین بره ضرب در تی میکنم طرف اینو. سوال کنکور امسال شبیه همین بود به علاوه تی 2 مساوی با 6 تی. اینو اگر نکنه الان باز دوباره رسیدیم به معادله درجه 2. معادله درجه 2 به همون جلسه اول من تأکید کردم معادله درجه 2 نه تغییر متغیر دارم آقای استادی کل رادیکال رو با هم گرفتم تی. معادله درجه 2 من در جلسه اول تأکید کردم گفتم مادر ریاضیه. هر جا میریم به اون میرسیم. حالا میریم این سمت میشه تی 2 منهای 6 تی به علاوه 9 مساوی با 0. حالا این رو اگر دقت بکنید به چه صورته؟
من اگه اون رو مرتب بکنم و تجزیهش بکنم میشه تی منهای 3 به توان 2 مساوی با چند؟ 0. بنابراین تی چند به دست میاد؟ تی به دست میاد 3. حالا چه چیزی رو من گرفته بودم؟ تی رادیکال x به علاوه 2x به علاوه 1 رو گرفته بودم. چی؟ تی. اینجا پس تی شده 3، من هم این رو میگیرم 3. حالا رسیدیم بچه‌ها به چه چیزی؟ به چی رسیدیم الان؟ به من اسم اینو بگین. رسیدیم به چی؟ من فقط اینجا تی رو این گرفته بودیم. اسم این معادله چیه بچه ها؟ معادله گونگ. آره، معادله گونگ. حالا این معادله گونگ رو من چجوری حل میکنم؟ طرفین رو به توان 2 میرسونم، میشه 2x به علاوه 1 روی 3 مساوی با 9، که اگه از اینجا این رو حل بکنید x میشه 1/7. x میشه 1/7 و جواب میشه چند؟ 1 ریشه داریم. سلام خواهم رشیدی. خب پس نگاه کن، توی ریاضی مرتب خوندن سلسله مراتب خیلی مهمه، یعنی بدونی از کجا باید بخونی و چه مطالبی رو باید بخونی. اگر از اول پا به پای من پیش بیاین اینا رو دیگه چی؟ مشکلی نخواهید داشت. الان نه سوال جز سوال سخت حساب میشه ها، جز سوال سخت حساب میشه. خب این رو روش تمرکز بکنید، یه اگر سوالی دارید بپرسید که من ادامه سوال ها رو ببینم کدوماش مهمه. خب اوکی بچه ها؟ آره سخت نب. به سوال بعدی، اینا رو که جلسه قبل حل کردم 25 حل کردم بچه یا نه؟ و این ساده است. خب گفته جواب معادله فلان در کدام واحد؟ این ساده است دیگه، اینو کافیه طرف این وسطه این بکنید میشه چی؟ 2x به علاوه 1 مساوی با 4x منهای 4. 4x میاد این سمت، 1 میاد این سمت، میشه منهای 2x مساوی با منهای 5. بنابراین x میشه 5/2. 5/2 تو کدوم گزینه است؟ گزینه 4. این دیگه آره، این دیگه ساده است. سوال 26، 26 رو حل بکنید بچه ها. آره با رد گزینه هم میشه. گفته در مربع زیر مساحت سطح سایه خورده 28 واحد مربع است. خب بذار من سوالای سخت‌تر رو برم حل بکنم، اونایی که بعد اگر وقت موند اونایی که ساده‌تر هست رو با هم حل می‌کنیم. بذار این سوال ساده است. این من فقط بگم نگاه کنید مساحت در واقع سایه خورده کجاست؟ اینجا میشه. نگاه کن ما مساحت کل مربع میشه چی؟ میشه 2 به علاوه x. نگاه کن یه ضلع مربع 2 به علاوه x به توان 2، یعنی مساحت این میشه مساحت کلش. منهای این مساحت مثلث رو بعد ازش کم بکنیم. این مساحت مثلث، مساحت مثلث میشه چی؟ 1/2 قاعده ضرب در ارتفاع، که هر دوتاشون چیه؟ هر دوتاشون ایکسه، که این جواب شده 28. اگه دقت کنید معادله درجه 2 به دست اومده. نکن این رو به توان 2 برسونید، اینا رو مرتب بکنید، یه معادله درجه 2 به دست میاد. جوابش هم بذار من بهتون بگم، جوابش هم میشه گزینه 1. حتما خودتون این رو حل بکنید. خیلی خوب، به سوال بعدی. این رو میخواین اسکرین شات بگیریم؟ من فقط توضیح رو دادم، اسکرین شات بگیریم. سوالی اگه دارین بپرسین.
فقط من یه توضیح بدم راجع به این سوالای اینجوری موتور سوار با فلان اینا رو انشالله هنوز چون درسنامه رو بهتون ندادم اینا خیلی مهمه. سال کنکور 98 از این ما سوال داشتیم، اینا رو میخوام یک جلسه قشنگ تمام اینها رو فقط یک جلسه اینا رو حل کنم، یک جلسه فقط اینا رو میخوام. به همینا رو فعلا گذاشتم برای بعد، شما فعلا به اونا دقت نکنید. اینجا هم چون میرسیم به درجه 2 اون حالا فعلا مهم نیست. درسنامه های واقعی توی کلاسه سه شنبه هاست. خب سوال 29 رو دقت بکنید بچه ها، بخونید روش فکر بکنید. گفته که اگر مجموع مربعات دو عدد صحیح متوالی 61 باشد مجموع آن دو عدد کن. اینو نکن سوال اینا در واقع نوشتن معادله درجه 2 به چشم میاد. نکن اگر مجموع مربعات دو عدد صحیح، خب دو عدد صحیح متوالی یعنی من اگر یکی رو بگیرم x، یعنی x به توان 2، عدد بعدی چیه؟ x به علاوه 1 به توان 2 مساوی با چنده؟ 61. خب حالا اینجا x رو به دست بیار. اینجا اگر من، حالا من که وقتمون خیلی نره، اینو اگر من مرتب بکنم به این شکل میاد. الان یه معادله درجه 2ه، معادله درجه 2 من میشه x2. اینا من حالا چون خودم حلشون کردم اینا رو دیگه از جواب نگاه میکنم که سرعت کلاسم بیاد بالا. یکی از اینها میشه منفی 6، اینجا اگه تجزیه بکنید، و یکی از ریشه ها میشه چند؟ x مساوی با 5. دو حالت داریم دیگه. حالا شما یا جواب رو بعد بگیریم x مساوی با منفی 5 یا مثبت 5 یا منفی 6. خب اگر این کار رو انجام بدید، اگه بگیرم منفی 6 یکی دیگه میشه چند؟ منفی 5. دو تا در واقع دو تا جواب از من خواسته دیگه، متوالی هن. یکی x میشه، x به علاوه 1 چند میشه؟ منهای 5. اگه یکی از جواب 5 بگیرم جواب بعدی میشه چند؟ 6. حالا جواباشون یا نکن این دوتا رو با هم جمع بکنیم میشه منهای 11، اگه این دوتا رو با هم جمع بکنیم میشه مثبت 11، جواب میشه 11 یا منفی 11. اوکی بچه ها؟ این اوکیه؟ اگه اوکی بین سوال بعد. سوال ساده بوده، این سوال چیز خاصی نداره، تنها چیزی که به نظر من مهمه یعنی یک سری سوالا ایده خاصی ندارن، همینه اینا بتونید این رو بنویسید. اگر اینا مهمه، اینا باعث میشه شما یاد بگیرید چجوری معادله رو بنویسید. اینا مهمه بچه، نه اینکه من بیام اینو بشنم حلش بکنم چیزی که، و اینا این مثلا جواب شاید توی کتاب و اینا باشه، ولی تأکید کردن روی این، درک این و فهم این باعث میشه شما ریاضی قوی داشته باشید. خیلی سوال 30 رو هفته قبل حل کردیم. سوال در واقع 33 هم فکر میکنم چیز ساده باشه، من فقط جواب شما به شما بدم که کدوم گزینه میشه. میشه گزینه 2 میشه. حالا اینو پاسخ تشریحش هم براتون توی کانال میذارم، اینا چیزای مهم نیست. سوال 34 هم بچه هفته قبل حل کردم یا نه؟ فکر کنم حل نکردم. خیلی سوال 34 نه کن، یه سوال قشنگ. الان میگه معادل جوابشو من بگین چی کار باید بکنم؟ بخونید. گفته معادله درجه دوم فلان به ازای یک مقدار آ ریشه مضاعف دارد. بعد گفته مقدار ریشه مضاعف چی میشه؟ خب الان آقای آذرپور میگه دلتا مساوی با صفر، یعنی چی؟ یعنی من x رو در اون ضرب بکنم میشه 2x2 منهای 5x، آ میاد این ور میشه منهای آ مساوی با صفر.
حالا خب مشخصه دیگه، درسته؟ میگه چی؟ مضاعف دارد. وقتی میگه ریشه مضاعف دارد یا میگه دلتا مساوی با صفر است یا یک دونه ریشه دارد، همه منظور این چیه؟ دلتا مساوی با صفر است. خب من چیکار میکنم؟ دلتا رو مساوی با صفر قرار میدم. دلتا مساوی با صفر باشه میشه چند بچه ها؟ خب حالا الان لازمه بچه ها ما دلتا رو به دست بریم یا نه؟ اگه یادتون باشه ریشه وقتی که دلتا مساوی با صفر بود میشد ریشه چی؟ منفی بی تقسیم بر دو آ. الان اینجا چی مجهوله؟ اینجا این مجهوله. اصلا سوال رفته دنبال نخودسیا، یعنی شما رو میفرسته دنبال نخودسیا که بین آقا 200 آ رو به دست بیاریم. اصلا آ رو به دست بیاریم، این چی رو از ما میخواد؟ مقدار آ رو که در واقع مقدار این مجهول رو که از ما نمیخواد. از ما چی میخواد؟ مقدار ریشه مضاعف. ریشه مضاعف فرمولش چی بود؟ x مضاعف منفی b تقسیم بر 2 a. خیلی خوب، b اینجا چنده؟ 5. خب یه منفی هم اینجا داره، اینجا هم یه منفی میشه منفی بند، پایین هم 4 میشه 5 4 مثبت 5 4. سوالا رو ببین، اصلا نمیخواست بری دنبال دلتا، یعنی بری دلتا رو به دست بیاری. خب میخوای چیکار کنی دلتا رو؟ وقتی اینجا تو برای به دست آوردن اون ریشه فقط آ و بی رو میخوای، به چی میخوای بری دنبال این عدد ثابت؟ این به اینجا سیه. حالا یه کاری که اینجا کرده بچه‌ها اینه بود، این بوده که مثلا اینجا ما عادت داریم این عدد ثابت رو با سی نشون بدیم، ولی اینجا اومده اسمش رو گذاشته آ. بنابراین شما حواستون باشه گول این حروف رو نخورید، حتما یاد بگیرید این دقیقا منظورش چی هستش. اوکی بچه ها؟ خیلی به سوال بعدی. اون سوالی که مهم هست، سوال 38 رو حل نکردم ولی فکر کنم جلسه قبل شبیهش رو حل کردم، درسته بچه ها؟ شبیهش رو حل کردم چیز آره الان هم میشه حلش کنم. من این هفته دیگه آزمون معادله رو براتون بارگذاری میکنم، از این بعد آزمون چند شنبه ها باشه بچه ها به نفعتونه، اصلا پنج شنبه ها باشه، جمعه ها باشه، شنبه ها باشه، کیا باشه؟ جمعه، پنج شنبه، یک شنبه، جمعه ها میترسن. خب آزمون کانون هم داشته باشیم. خیلی حالا آزمونش در حد 7-8 تا سواله چیزو. خیلی حالا من خودم برسیم ببینم که یای نکنه. ما باز معادله گویا رو چجوری حل میکردیم بچه ها؟ معادله گویا رو میگفتیم آقا یه کاری بکن دو طرف یک کسب بشه، یعنی آ به روی بی مثلا با سی به روی دی، یک کاری بکن یک در واقع. خب اینجا از سمت راست که اوکیه، یعنی یک دونه کس داریم. میایم سمت چپ، اگه دقت بکنید دو تا کس داریم، اینو مرتبش بکنیم. باز یه جمله دیگه هم سر کلاس گفتم به نام خوشگل نویسی. الان اینجا نکن منها رفته پشت x، من از یک منفی فاکتور میگیرم به این شکل نویسم منفی x منهای 3، اون بالایی رو خوشگل میشه، یعنی مرتب بنویسین منفیه. دلیل دارم اینا رو وقتی به اینا عادت بکنی بعد میری سر جلسه اشتباه نخواهی کرد. عادت بکنید بچه ها، یک سری اخلاقا هست، اخلاقای خوبی هست. حالا میام مخرج مشترک میگیرم، مخرج مشترک بگیرم این دوتا در هم ضرب میشن چون مزدوجن میشن x منهای 9. حالا میگم این پایینی ضرب در x به علاوه 3 ضرب در چند شده؟ ضرب در x منهای 3 شده. صورت هم ضرب در x منهای 3 میشه، پس یه منفی اینجا هست، یه x منهای 3 ضرب در x منهای 3 بشه توانش چی میشه؟ 2 میشه. حالا این یکی به علاوه این ضرب در x به علاوه 3 شده، این هم ضرب در x به علاوه 3 میشه. این کار اگر اتفاق بیفته میشه x2
به علاوه 4 x به علاوه 12. درسته تا اینجا مساوی با ax به علاوه b روی x تو منهای 9. باز گفتم چی؟ جلسه قبل گفتم شما اگر مخرج رو با مخرج خط زدی خط بزن، به هیچی هم فکر نکن، یعنی خط بزن، راحت خط بزن، اصلا تمام چیزهایی که در مورد مخرج داشتی رو فراموش کن، به هیچی هم فکر نکن. گفتم تو معادلات گویا تنها چیزی که مهمه زمانیه که شما صورت رو با صورت خط میزنی، یکی از جوابها ریشه همونیه که خط زدی، ولی وقتی مخرج رو با مخرج خط میزنی فدا سرت، تو فراموشش کن. خب حالا نگاه کن، ما رسیدیم به این، اینو من میام مرتب میکنم، اینو به توان دو میرسونم، میشه یه منفی این پشت داری میذارم، x2 منهای 6x به علاوه 9 به علاوه x2 به علاوه 4x به علاوه 12 مساوی با ax به علاوه b. حالا دقت بکنید، این منفی در اینا ضرب میشه، میشه منهای x2 به علاوه 6x منهای 9 به علاوه x2 به علاوه 4x به علاوه 12 مساوی با ax به علاوه b. حالا دقت کن، این با این خط میخوره، 6x با 4x میشه 10x، پس سمت چپ من اینجا میرسم 10x اگه اشتباه نکرده باشم، و 9 به علاوه 12 منفی 12 منهای 9 میشه چند به علاوه 3. درسته یا نه؟ اشتباه کردم؟ کجا اشتباه کردم بچه‌ها؟ به علاوه چند پس؟ 3. آفرین، من اونجا اشتباه کردم، این 3 درسته؟ یه جا اشتباه کردم، این تا اینجا اوکی؟ الان تا اینجا اوکی دیگه، میشه 10x، این هم که 3 منهای 6. آره حالا پس میشه 10x به علاوه 3 مساوی با ax. بازم یک جایی فهم میکنم اشتباه کردم، اوکی الان یا نه؟ بذاری من حل خودم ببینم کجا اشتباه کردم. 10x منهای 6 میشه، آره این، آره این به علاوه 3 منهای 6، آره 10x منهای 6 مساوی با a به علاوه b، ax به علاوه b. خب بچه تا اینجا رو قبول دارین همه؟ تا اینجا همه قبوله؟ خیلی. حالا ما میگیم ببین، باز به این جملاتی که میگه دقت کن، ممکنه بچه ها ببین خود معادله گویا رو که احتمالش خیلی کمه بیاد تو کنکور بگه این معادله گویا رو حل کن، این که دیگه مسخره بازیه، شاید هم بده ها، ولی کار خیلی شاقی نمیکنه اگر طراح بیاد این کار رو انجام بده، میاد با این جملات بازی میکنه. خیلی از بچه ها همین که میگن دارای بیشمار جمله است قفل میکنه، یعنی اصلا فهم میکنه که الان این دیگه چی از شما خواسته، بعد به جمله ها رو بشماری فلان. نه، ما رسیدیم به این، من جلسه قبلا شبیه این حل کردم، میگه یک آ و بی چی باشند که این معادله دارای بیشمار جواب باشه. یعنی چی؟ وقتی میگه بیشمار یعنی به جای ایکس هر چی گذاشتم این دوتا با هم برابر باشن. این چه زمانی اتفاق میفته؟ زمانی که آ دقیقاً 10 باشه، بی هم دقیقاً منهای 6 باشه. اگر آ 10 و بی منهای 6 باشه، این دوتا طرف برابر هم میشن و هر ایکسی به جاشون بذاری با هم برابر میشن. 10 منهای 6 به علاوه بی میشه چند؟
4 سوال سوال مفهومیه، دقت بکنید بچه ها، سوالا رو الکی رد نکنید، چندین بار اینا رو حل بکنید، تفسیر بکنید، تحلیل بکنید تا اینکه توی ذهنتون به یاد بمونه. اگر فهمیدی عدد 1 رو وارد بکن تا بریم سوال بعد. سوال 39 رو بعد خودتون حل بکنید، منم جواباشو میذارم. سوال ساده ایه. سوال 40 هم سوال ساده ایه، ولی خب آره تو کانال میذارم. سوال 40 رو بچه‌ها، سوال 40 خیلی ساده است، یعنی اونایی که با من کلاس داشتن دیگه الان این رو بعد حل بکنن، چیز سختی هم نداره. خب من حلش بکنم. نکن پنج ایاتون باشه، ما من یه در واقع مروری از معادلات براکتی انجام بدم. معادلات براکتی بچه سه تا قانون داشت که شما باید اون سه تا قانون رو یاد بگیرید. قانون اول چیه؟ اینه که جلوی عدد در واقع جلوی براکت اعشاری نمیشه. دوم عدد صحیح، اینا رو من همش دارم براتون یادآوری میکنم، از عدد صحیح از براکت میاد بیرون، این آ صحیح بود میاد بیرون. و چی؟ ویژگی سوم، ویژگی حذف براکت، یعنی اگر براکت x مساوی با n بود، x بزرگتر مساوی n و کوچکتر از n به علاوه 1. خیلی خوب، کلا همینا رو میخواد یاد داشته باشی. حالا از این ویژگیایی که گفتم کدومش اینجا مورد استفاده قرار میده؟ نکن 5 عدد صحیح میاد بیرون، میشه 2 تا براکت x به علاوه 5 مساوی با 1، 5 میاد اینور، بنابراین 2x مساوی با براکت 2x مساوی با منهای 4 و خود 2x بزرگتر مساوی منهای 4 کمتر از منهای 3. حالا چون ما در واقع اینجا 2x رو به دست دادیم، ما x رو میخواییم، پس تقسیم بر 2 میکنیم طرف اینو و ایکس های بین منهای 2 تا منهای 3 دوم، گزینه 1. صفحه چیتون قفله آقای آذرپور؟ این سوال فهمیدی بچه؟ یه بار آقای آذرپور برو بیرون دوباره بیا. اوکیه. خب سوال ساده بود، سوال 40 بچه. سوال 41 گفته اگر x مساوی با 1 یکی از ریشه های معادله فلان باشد، ریشه دیگر آن کدام است؟ بچه ببینید، باز اینجا ما یه مجهول داریم، آ ما آ رو ندادیم. خب گفته x مساوی با 1 یکی از بقیه. خواهم رشیدی نکن، دقیقا همون قوانینی که من توی این کتابایی که شما میبینید الان، کتابای در واقع کمک آموزشی که تو بازار هست، مثلا اومده یک صفحه اینجوری برای براکت قانون گذاشته. دقت بکنید توی چیز در واقع کتاب 11، شما کلا براکت کجا دارین؟ اونای بچه تجربی توی 11 فصل تابع یک صفحه داریم، یه صفحه پشت رو در مورد داره، صفحهش الان حفظ نیستم، سه تا قانون داده. همون سه تا رو بلد باشی کافیه، توی هیچ کنکوری هم از این جدا نیومده، یعنی حتی امسال هم که اومده. من هر چیزی اونایی که حالا تو کلاس من نمیدونم خام رشیدی، شما خام رشیدی همون خام رشیدیانین که توی کلاس سه‌شنبه هستین یا فرد دیگه هستین، آره اگر همون هستین که دیگه همون چیزایی که در مورد در واقع براکت گفتم کافیه، نموداراش هم ان شاء الله تو خود فصل تابع بهش میرسیم و
میگم که مشکلتون رفع بشه. این سه تا ویژه بیشتر لازم نیست، در حد کتاب. کتاب بچه ها مفاهیم همون چیزای کتابه، سوال ها سوال کنکور سوال سختیه و اینا مفاهیم عوض نمیشه، یعنی لازم نیست نکات دیگه یاد بگیرید. خیلی خوب، وقتی میگه نه که با جملات بازی داره بازی میکنه، باید شما ادبیات ریاضی رو یاد داشته باشین. وقتی میگه x مساوی با 1، یکی از ریشه های این معادله هست، یعنی چی؟ اینو باید شما بفهمید. تا این رو نفهمی نمیتونی حل بکنی. اینو باید خودت بنویس. یعنی چی؟ این یعنی چی؟ یعنی این که اگر من x مساوی x 1 رو بذارم توی اینجا به جای x، این دوتا طرف با هم برابر میشه. من ناکن این دو طرف اینا رو، پس این طرف با این طرف کامل با هم برابر میشن. خیلی خب، من الان به جای x میذارم 1، بالا میشه 12، منهای 1 میشه 11، پایین میشه چی؟ پایین میشه 2، به مساوی با اون ور میشه 1/2 به علاوه a روی 1. این رو حالا شما باید حل بکنید. من به اینکه وقتی کلاس نره میشه معادله خطی دیگه، توی معادله خطی شما الان ضرب در 2 بکنید، فلان بکنید، میشه چی؟ a میشه 5، a شد 5. پس این از مرحله اول. حالا a مساوی با 5 رو تو خود همین قرار بده. خب میشه یک معادله. اینا که سوالای کنکور اینجوری میاد، یه جوری میاد که یک مقدار شما اذیت هم بشید دیگه. حالا من به اینکه باز وقت کلاسمون نره همون حلی که بذارم اینجا حلش بکنم دیگه، 12 منهای x، x2 به علاوه x، میتونم از یک x فاکتور بگیرم، x در x به علاوه 1. بچه دقت بکنید، نکنید سمت چپ یک دونه کس داره، چون یک دونه کس داره من بهش کاری ندارم، به این فعلا کاری ندارم، میام اینجا، اینجا رو مخرج مشترک میگیرم، x در x به علاوه 1 میشه مخرج مشترک. حالا این ضرب در چند شده؟ صورت ضرب در x شده، اینو ضرب در اینو، این ضرب داره x شده، اینو ضرب در x میکنم، میشه x2 به علاوه این ضرب در چند شده؟ x به علاوه 1. این r هم ضرب در x به علاوه 1 میکنم، اون که 5 بود اون ضرب بشه میشه 5x به علاوه 5. باز نگاه کن مخرج با مخرج. جلسه در واقع تدریس بهتون گفتم مخرج رو با مخرج خط بزن، به هیچی هم فکر نکن، فدا سرت، فدا سرت، خط بزن. خب خطش میزنم، مرتبش میکنم، باز رسیدیم به چی؟ معادله درجه 2، مادر ریاضی. یعنی مادر رو یک جوری تلفظ میکنم که یکی ببینه فکر میکنه میخوام فحش خواهر مادر بدم، ولی در صورتی هم واقعا همینه. یعنی اگر تو معادله درجه 2 رو یاد نگیری، یعنی واقعا هیچی دیگه، ولش کن. خب حالا اگه دقت بکنی، جمع ضرایب صفره، دقت کن، جمع ضرایب صفره، بنابراین یکی از ریشه ها میشه 1 و یکی از ریشه ها میشه 3 اون که میشه منفی 7. حالا آیا آذرپور فرقش چیه؟ وقتی جمع ضرایب صفره که خیلی راحت تره که، ها، یا اینجا که شما میگین یکی از ریشه ها رو داده، آره اونم خوبه، گفته آذرپور. حالا اون اینم هست، نکن روش بعدی خودش، من جلسه قبل بهتون گفتم، یعنی الان اگر فیلم جلسه قبل رو نگاه بکنید بهتون گفتم زمانی که یکی از ریشه ها رو داده دیگه شما نمیخواد بری سراغ دلتا. آذرپور من حواسم نبود، شما لازم نیست بری سراغ دلتا، شما لازم نیست بری سراغ چیزای عجیب غریب. وقتی یکی از ریشه ها رو داده، ما پی رو داریم، پی یعنی چی؟ x1 ضرب در x2، اینجا چند میشه؟ میشه منفی 7. یکی از ریشه ها گفته چند؟ یکی از ریشه ها گفته 1، ریشه دیگه چند میشه؟ منفی 7. پس نها کنید اینا چجوری به دست میاد؟ اینا چجوری به ذهن میرسه؟ باید کار کنید بچه‌ها.
میشه منفی 7، بنابراین میشه گزینه 2. به همین راحتی. پس وقتی ببین چقدر توش مفاهیم قشنگ داره. ببینید وقتی که شما ریاضی رو پیوسته میخونید، مطالب به هم پیوسته، میدونید چی از کجا اومده به کجا داره میره، یک نظم قشنگی توی ذهنتون ایجاد میشه و مسائل براتون راحت میشه. اگر سوال نداری برم سوال بعدی. خب سوال بعد اینا رو بچه‌ها خودتون، اینا چیز خاصی نداره، اینا رو خودتون انجام بدید، جواباش هم من توی کانال میذارم که چک بکنید. این سوال سوال برد تابه اینا، انشاءالله بعد از این که در واقع خود چیز رو درس دادم، خود اینو بعد اینو بلد باشین رسم این. یه چیز جالب بهتون بگم، همین x منهای براکت x، اینو من هر سال تو کلاس میگم، یعنی هر سال به بچه ها درس میدم. بعد خیلی ها میگن آقا اینا که دیگه نمیاد و فلان و شاید نیاد و از این شرطه بهتون. همین امسا سال کنکور بود، سال کنکور. تازه این سوالی که الان من اینجا حل کردم خیلی سخت‌تر از اینه، یعنی اینو باید قشنگ بیاری در بیاری از این. انشالله اینو توی فصل تابه براتون حل میکنم، چون هنوز درس ندادم اون رو. آره بین صفر و یک که بعد توان دو میرسه و ازش کم میشه و فلان اینجور چیزا. به هر حال سوال قشنگی بود، سوالش هم خیلی، یعنی اگر این نکته رو یاد داشتی که آقا یو منهای براکت یو همیشه بین صفر و یک هست، سوال کنکور رو تو 30 ثانیه میزدی، تو 30 ثانیه هم کمتر، یعنی خیلی چیز بود. خب سوال 45 روش بچه ها وقت بذارید فکر بکنید. ببینم چی کار میکنید سوال 45 رو. از چه روشی بریم بچه ها؟ روش رو من بگیم. همه رو رادیکالی میکنیم که نه، آفرین، تغییر متغیر جذر، نه تغییر متغیر. الان از چی میخوای جذر بگیری؟ حیف که این تخته نیست، تلویزیونه، و اینه دست هم بزدم تو این. آقا از چی میخوای رادیکال بگیری؟ از چی میخوای جذر بگیری؟ یعنی نها کن الان من اگه از این بخوام جذر بگیرم از طرف این، خب این چجوری میشه آقا؟ آقا جذر زمانی کاربرد داره که بین این عبارت ها جمع نباشه، مثلا ضرب باشه، نه اینکه جمعه. این کار اتفاق نمیفته. خب حالا نگاه کن من چجوری میتونم الان فهمیدم استاد از چی من در واقع تغییر متغیر بدم. یکی از بچه‌ها دستشو بلند بکنه، من میخوام ببینم تغییر متغیری که ایشون داده چی هستش. دستشو بلند بکنه، من وایسشو باز بکنم. اگه دستونو بلند نکنه من خودم میگم، یکی دستشو بلند بکنه. آقای خانم دستونو بلند بکن یا خودم بگم؟ ها هم میخواستم یا خانم رشیدی میگه من صدام باز نمیشه. آقای باقری صدا باقری باز کنم. آره آقای باقری آیا واقعی اوکی بدین؟ فکر کنم ترسیده. بیا اما اینکه بچه ها نمی کنم از این بعد حتما میکروفوناتون اوکی بکنید، چون میخوام کلاس دو طرفه باشه. دقت بکنید
ببینید من میخوام تغییر متغیر بدم. شما حالا ممکنه هر چی به ذهنت میرسه، مثلا هر جوری که دوست داری، هر جوری که فکر میکنی ساده تره، راحت تره، فلان، هر جور. ولی من یه عادتی دارم، همه رو میخوام با یک روش حل بکنم. همه رو میخوام چیکار کنم؟ با یک روش حل بکنم. حالا توی این سوال نگاه کن، اول اینکه اینا رو میتونم به این تقسیم بکنم، این کار رو انجام بدم ببینم چی میشه. میگم نگاه کن x رو تقسیم بر x میشه x، یعنی تواندوش ما خط میخوره. بعد x تقسیم بر x میشه 1، اینجا میشه منفی 1. 1 تقسیم بر x میشه 1 علاوه x. اینو بنویسم. حالا اینجا باز نگاه، x رو تقسیم بر x میشه x، دو منفی دو تقسیم میشه منهای دو به علاوه یک ایکسون به توان دو مساوی با یک. حالا اگر من این رو مرتب بنویسم، یعنی یک ایکسوما رو بیارم سمت چپ، شما حالا ممکنه به ذهنتون یه چیز دیگه ای برسه، همون رو انجام بده، به علاوه یک ایکسون منهای یک، اینجا هم به علاوه یک ایکسون منهای دو، به علاوه یک سان منهای دو به توان دو مساوی با چند؟ خب دیگه من گفتم دیگه. حالا تی رو من چی بگیرم؟ هر چی دوست داری. اصلا تی رو اینجا نگاه کن، میتونی این بگیری، درسته؟ یا یه مدل دیگه هم میتونی بگیری. بذار من با اون پاسخنامه تشریحی که نوشتم اوکی بکنم. نگاه کن، من اگه این رو بگیرم در واقع تیه، حالا همین رو میگیرم تی، فرق نمی کنه، کلا این رو میگیرم تی، درسته؟ این میشه چی؟ تیه منهای یک. خیلی خوب، الان مرتب شده شو بنویسم، میشه تی دو به علاوه تیه منهای یک به توان دو مساوی با یک. نگاه کن چقدر مرتب شد. حالا میبینم مرتبش میکنم، باز میکنه رسیدیم به معادله درجه دو. هم هر جا میریم معادله درجه دو هست، هر جا میریم معادله درجه دو هست، اصلا فرقی هم براش نمی کنه. خیلی خوب، حالا اینو به توان دو میرسونم، میشه تی دو، خوشگلتر برسم تی دو، این به توان دو به علاوه تی دو منهای دو تی به علاوه یک مساوی با یک، اوکیه؟ حالا این با این خط میخوره، بعد میشه دو تا تی دو منهای دو تی مساوی با صفر. از اینجا از یک دو هم فاکتور میگیرم، از یک دو تی فاکتور میگیرم، میشه این تی منهای یک مساوی با صفر. بنابراین یه تی مساوی با صفر، یه تی مساوی با چند؟ یک. حالا دیگه حل شد دیگه. دیگه حالا شما خودتون بقیه ماجرا رو ادامه بدین، چون دیگه ایدهش در واقع تکراری شد. تعداد جواب‌هاش نگاه کن، یه x مساوی با یک در میاد. جواب، من جواب میگم، بقیه‌اش رو خودتون حل بکنید. جواب x مساوی با یک گزینه دو میشه. حتما خودتون این رو حل بکنید. من اینجاش برای من مهم بود که این بهتون بگم با تغییر متغیر بدین، بقیهش دیگه الان تکراریه، یعنی دیگه شما باید خودتون بتونین رو انجام بدین، اینقدر این کار رو انجام بدید که به جواب x مساوی با یک برسید. بچه‌ها نرین جواب‌ها رو نگاه بکنید. این رو من به شما یک چیز جالب به شما بگم، خب دیگه جایزه چی بدم؟ بعد ندی، اونایی که ندادن که بعد فوش بدم، همین جایزه شما، همین که فوش نمیخوری. خب استاد جزوه هستم، کدوم جزوه ها محمد؟ اینی که دارم روش مینویسم؟ چشم خانم آرام. خانم بزرگ نها کنید، شما هر مدل دوست داری تغییر متغیر بده، هر مدل، اصلا برو تو خونه فکر کن یه مدل دیگه من بگم. من اینجوری کردم، نگاه کن x رو تقسیم بر x کردم، اینو تقسیم بر این کردم، این یکم تقسیم بر این کردم، اینجوری نوشتم. تا اینجا خانم بزرگ فهمیدین؟ اوکی تا اینجا؟
خب خیلی خب، حالا اونم همین کارو کردم، x رو تقسیم به این کردم، اینم تقسیم به این کردم، اینم تقسیم به این کردم، شدم این نوشتم. حالا نگاه کن، x به علاوه 1 x منهای 1 رو گرفتم t، x به علاوه 1 x منهای 2 میشه چی؟ t منهای 1. تمام شد. یکم روش فکر کن. اوکی، تا اینجا قبوله؟ آقا محمد توی تلگرام من پیام بده بهت بگم. خب بچه تا اینجا قبول؟ سال 46، سال 46 با سال ساده ایه، ممکنه توی کنکورم ازش سوال بیاد. میگه آقا این کدوم، اونایی که کلاس با من هستن، این کدوم تیپ معادله در واقع رادیکالی تیپ اول؟ یه عبارت درجه کنار رادیکاله، باید بره اون سمت. پس میشه چی؟ 2x به توان 2 منهای 5x به علاوه 2 مساوی با 2 منهای x. خب حالا نگاه کن، اینجا باید طرفین رو به توان 2 بکنم، به توان 2 بکنم میشه این 2x2 منهای 5x به علاوه 2 مساوی با 2 به توان 2 4 منهای 4x به علاوه x2. باز بچه ها رسیدیم به من صدا، بچه این بقیش رو حل بکنیم، من یه تلفنی باید جواب بدم. درست. خب نگاه کن، حالا این رو صدا داریم بچه ها؟ صدا دارم؟ خیلی. حالا نگاه کن این رو با این چیکار میکنم؟ ساده میکنم، مرتب میشه، میشه x2 بعد منهای، نگاه کن میاد این بر x2 منهای 5x منهای x منهای x منهای 2 مساوی با چند؟ 0. بچه تا اینجا قبوله؟ خب حالا نگاه کن، اگه دقت، باز رسید معادله درجه 2، باز رسید معادله درجه 2، اینو یاد بگیر، یعنی اگر یاد نداشته باشی دیگه باید فاتحه بخونم به اون مغز. نه جمع اول میشه وسطی، بنابراین یکی از ریشه ها میشه منفی 1، یکی از ریشه ها میشه منفی 3، میشه چند؟ 2. آیا هر دوتا قبولند؟ باید چک شود، باید چک شود. خیلی خوب میام اینجا، هم باید زیر رادیکال چک بشه، هم باید جلوی رادیکال چک بشه. خب اینجا منفی 1 بود، بچه هر دوتاش جوابه یا نه؟ من هر دوتاش اگر چک بکنید جلوی میشه مثبت، این زیرم میشه مثبت، بنابراین هر دوتاش جوابه، یک ریشه، یک جواب مثبت و یک جواب منفی دارد، گزینه 3. ببین همش تکراری. خب چرا یاد نمیگیری؟ چرا میری دنبال چیزای عجیب غریب و عدد گذاری و فلان و بیسار و اینجور چیزا؟ قشنگ یاد بگیر دیگه، این آدم یاد بگیر، چیز سختی هم ندارد. اوکی اسکرین بگیم یه سوال بعدی. ساعت چند شد؟ خیلی. سال بعدی، سال باز نگاه کن، اینا رو من دیگه چون ایده تکراری میخوام در واقع جلو رادیکال ایب نداره، صفر بشه که اوکی قبوله، جلو رادیکال فقط منفی نباید باشه. خب گفته x مساوی با 4 جواب معادله است. خب باز نگاه، آ اینجا مشهور سری چا میکنی؟ آ رو میذاره اینجا، آ به دست میاد. من فقط بهتون جوابشو بگم، آ میشه منهای 2
اینا رو بچه ها بهش برسین ها، اینا رو باید بهش برسین. جوابا یکی میشه 4 و یکی میشه 1/2، که این 1/2 قبول نیست، x مساوی با 4 قبوله، میشه گزینه 4. اینا رو بهش برسین، اینا دیگه تا ساعت 5:30 در واقع کلاس هستش، اینا حتما بهش برسین. خب سال 48، سال 48 هم ساده است، دفعه قبل براتون حل کردم. نکن سال 48 از اون تیپیه که دوتا رادیکال داریم، یکی باید بره اون سمت. خب اینجا این همین کار انجام میدیم، x به علاوه 3 مساوی با 1 x منهای 1، حالا طرفین رو به توان 2 میرسونیم. من طرفین رو به توان 2 میرسونم میشه سمت چپ میشه x به علاوه 3، سمت راست میشه این به توان 2 1، این به توان 2 میشه x منهای 1 به علاوه 2 برابر اولی در دومی میشه x منهای 1. حالا باز اینا رو مرتب میکنم، من اگه اینا رو مرتب بکنم چی میشه؟ 1 با این خط میخوره، x هم این ور خط میخوره، 2 تا x منهای 1 مساوی با چند میشه؟ 3 میشه. باز اون تیپ اوله، طرفه به توان 2، 4 در x منهای 1 مساوی با چند؟ 9. حالا اینجا 4 نکو اینجوری میشه، 4x منهای 4. یه چیز جالب اینجا بهتون بگم، 4 میره اونور، 4x مساوی با 13، پس x میشه چند؟ 13/4. حالا شما وقتی که 13/4 رو میخواین حساب بکنید قاطی میکنید، نمیدونید چجوری 13/4 رو حساب بکنید. ببینید بچه 13/4، 13 رو یه جوری ساده کن بر 4 بخش وزیر باشه، می نویسم چی؟ 12/1/4. حالا 12/4 میشه 3/1/4 میشه چی؟ 3.25. خب نه چی بچه ها؟ سال بعدی سال ببینید، یک سری سوال ها هست سال ایده آموزشی نداره، یعنی باید تو خدای ریاضی باشی بتونی رو حلش بکنی. فعلا اینجور سوال ها رو من مد نظرم نیست، یعنی اصلا جز سوال خاص حساب میشه، جز سوال هایی که بعد جوابشو بدونی میتونی حلش بکنی. اینجوری نیست اصلا، فکر نمیکنم تو. حالا جوابشو بعد گذاشتم نگاه بکنید. خب سال در واقع 50 هم که باز تکراریه، سال اون 49 رو فعلا ولش کنید و اون سالی که ایده هاش ایده های آموزشی نداشته باشه برام خیلی ملاک نیست. این رو بچه ها حتما خودتون حل بکنید. نگاه کن باز این میره اون سمت، از اونایی که دو تا در واقعشنه بعد به توان 2 برسونید حلش بکنید، به گزینه 2 بعد برسید، جواب ندارد. یک چیز جالب بهتون بگم بچه، توی بحث ریاضی خیلی از بچه ها عادت دارن که برن و گزینه ها رو نگاه بکنن، که این کار خیلی اشتباهه. من به شما پیشنهاد میکنم که به هیچ عنوان، اصلا حتی شده روز، ساعت، بعد ماها، حتی به جواب ها اینا مال فصل خانم آرام. شما تو کلاس من هستین یا نیستین؟ نه نه. خب اینا ترکیبیه، یعنی شما دهم، یازدهم، دوازدهم، اینا هر چی، کل معادلات، معادلات دهم، یازدهم، دوازدهم و هر چیزی که مربوط به معادلات باشه من توی این فصل آوردم، همه رو دارم با هم حلش میکنم. حتی اینا رو تو کلاس در واقع تدریسمون گفتم که چی کار بکنیم. بعد حتی شده مثلا چندین تا حالا شده این حس بهتون برسه که مثلا دارین تو خونه دارین تلویزیون نگاه میکنید،
بعد یه دفعه یک جواب یک چیزی بهتون برسه، یعنی بهتون الهام بشه. این از اون موضوعه. دقت بکنید بچه‌ها، توی در واقع کنکور یا توی ریاضی خوندن، روی فیزیک خوندن، به جواب‌ها نگاه نکنید. چرا؟ چون ذهن شما ناخودآگاه به اونها فکر میکنه، بعد چون بهش فکر میکنه به جواب میرسه. ولی وقتی تو مثلا این رو یاد نداری، خب این رو یاد نداری، بعد من میگم برو حلش کن، بعد یک پنج دقیقه بهش فکر میکنی، حتی اصلا بعضی فکرم نمیکنی، بهش فکر نمیکنی، بعد سریع میای چیکار میکنی؟ سریع میای میگی آقا این که نشد، این که اصلا حل نشد، این که فلان نشد، این که جواب نمیده. بعد میری به جواب نگاه میکنی، بعد چون به جواب نگاه میکنی ذهن تو معتاد میشه، ذهن تو معتاد به این قضیه میشه که من باید جواب جلوم باشه و اینه که نمیتونم سوالا رو حل کنم. میری سر جلسه کنکور دیگه این مهارت رو تو نداری، به خودت اعتماد نداری، چون به خودت اعتماد نداری نمیتونی حلش بکنی. بنابراین به حرف من حتما گوش بکنید و تا جایی که میتونید سوالها رو خودتون حل بکنید. خیلی خوب، بریم سوال بعدی. سوال بعدی یک مقداری طول میکشه بچه‌ها، یک چون میخوام چند تا نکته داره بهتون بگم. کدوم سوال؟ این سوال 51. آیا آذرپور؟ الان میخوام حلش بکنم. این سوال میخوام نیا کن، اول اینکه بله فیلماش که چیزه، ارزم به حضور شما توی هم تو سایت احتمالاً تا فردا قرار بگیره، هم تو کانال هم تو سایت تا فردا انشالله قرار میگیره و جزوه هم که توی تلگرام بهم پیام بدین بهتون بگم که چی کار بکنید، از این هم که من دارم براتون اسکرین شات میگیرم. خب سوال بعدی رو بچه ها بیاین با هم حل بکنیم. سوال مهمیه، یعنی من تا آخر بله خودم خواهد تا آخر جلسه اگه من بتونم اینو براتون بفهمونم، این خودش چیه؟ یک کار بزرگیه. حالا دقیقا اینا بچه ها، اونایی هم تو کلاس من هستین، اینا جز نکات در واقع اضافه بر اون کتاب جلد اوله. من یک سری نکات هستش که دوست ندارم تو کلاس تدریس بگم. چرا؟ چون شما گیج میشید، میخوام توی مسائل بهش بر بخونید، تو مسائل حلش بکنید. نیا کن اصلا اینجا من قفلم، خدایا این درجه دوی تعیین علامت تغییر متغیر درجه دوی درجه سه چیه؟ میری سر اینا نیا کن، بعد فکر بکنی هر کاری به اون کله در واقع میشه تی در تی به تواندو به علاوه تی در سه، حالا بذار ببینم چی میشه. هر چی به اون کلت میرسه انجام بده. من اولین چیزی که به ذهنم میرسه و اینو به این تقسیم کنم، میشه چی؟ میشه ایکس دو با ایکس ساده میشه، میشه ایکس به علاوه یک ایکسوم. ریاضی چشم قوی میخواد عزیز دل، چشم، این چشمه رو باید در نظر بگیریم. حالا این دوتا نیا کن کنار هم مینویسم، میشه ایکس دو به علاوه یک روی ایکس دو به علاوه سه مساوی با دو. آقا اونایی که تو نهم قوی کار کرده بودن یا تو هشتم یا تو نهم قوی کار کرده بودن، الان اگر یادتون باشه نکن اینجا این چیه بچه ها؟ فرض کنید من این رو بنویسم x به علاوه یک xم به توان دو. یادتون هست اینو تو نهم داشتیم بچه ها؟ x به علاوه یک xم به توان دو. ولی اگر من این رو به توان دو برسونم، نکن این رو اگر به توان دو برسونم میشه x2 به علاوه یک روی x2 به علاوه دو برابر اولی در دومی، دو برابر اولی در دومی میشه دو. یعنی اینجا چیه؟ این من به جای در واقع به جای این، به جای اینکه خط مشکی دورش کشیدم، نمیتونم این رو بذارم. در چه صورت اون رو میتونم بذارم؟ در این صورت، در صورتی که سه رو بنویسم، دقت بکنید بچه ها،
سه رو بنویسم دو به علاوه یک، حالا این کلش، کل این میشه این بالایی. خب یعنی چی؟ یعنی اینجا این پایین من بنویسم ایکس. سوال قشنگیه، اینا رو تو رو خدا روش وقت بذاریم. ایکس به علاوه یک ایکسون اینجا چی؟ ایکس به علاوه یک ایکسون به توان دو به علاوه یک مساوی با چند؟ دو. نگاه کن چی شد حالا این. خب حالا ببین تا اینجا بچه ها قبول داریم؟ تا اینجا قبول داریم؟ خیلی. حالا نگاه کن، من اینو میگیرم تی، این میشه چی؟ تی دو. مرتبش بکنم میشه تی سه به علاوه تی منهای دو مساوی با چند؟ صفر. اه به چی رسیدیم؟ رسیدیم به معادله درجه سه. معادله درجه سه. میگی آقای طاهری شما که ما معادله درجه دو گفتی ولی درجه سه نگفتی. منم میگم آره. ولی الان اینجا میگم این اکو داره. خب نیا حالا ببین، وقتی رسیدیم به درجه سه، حالا انشاءالله توی یک دونه از فکر کنم تستایی که داشتم کار میکردم اتحاد چاقلاغر هم گفتن، امروز میخوام یه روش جالبی بهتون بگم بچه ها. ما توی معادله درجه سه روش خوشگلی مثل تا معادله درجه دو نداریم که مثلا روتین باشه بشه حلش کرد. اینو نداریم، یعنی دلتا نداریم. ارزم بزرگ شما دقت کنید، آقای آذرپور دقت بکنید توی این سال، ما روش دلتا نداریم، روش نمیدونم اتحادها به اون صورت نداریم. باید چی کار بکنیم بچه ها؟ اینو یادتون باشه، روش حل درجه سه، روش حل درجه سه. یه دقیقه تمرکز بکنید ببینید چی میگم. یک دونه از ریشه ها رو شانسی بگید، یک ریشه شانسی. شما اعداد یعنی تو کنکور ریشه ها اینجوری هست، یا یک ریشه یکه، اینا چک بکنید، این اعداد رو چک بکنید، این اعداد رو چک بکنید. نگاه کن، یا یک، یا دو، یا منهای یک، یا منهای دو. اینا اعدادی هستن که معمولا اگر طراح کنکور آدم باشه که هست، یکی از اینا رو قرار میده. حالا اینجا نگاه کن، اگه دقت بکنی جمع ضرایب صفره. وقتی جمع ضرایب صفر باشه، حالا چه میخواد درجه 4 باشه، چه میخواد درجه 5 باشه، چه میخواد درجه 100 باشه، حتما یکی از ریشه ها یک هست. بنابراین اینجا الان یکی از ریشه ها یکه، یعنی یک دونه از تیای ما یکه. حالا ریشه بعدی رو میخوایم به دست بیاریم. ریشه بعدی بچه چجوری به دست میاد؟ از روش، چند تا روش دارین؟ یا بعد روش هورنر رو برین، روش هورنر رو شنیدین تا حالا؟ یا بعد روش هورنر رو برین، یا روش در واقع تقسیم رو برین. تقسیم رو توی چیز داشتین، توی نهم داشتین تقسیم رو. یا یه روش دیگه هست من میگم، اونم ساده است، سخت نیست. حالا ببین چیکار میخوام بکنم. ببین روشی که من میگم، آقا این روش عقل نمیخواد، هیچی نمیخواد. نیا کن یک رو بیار اینور، میشه چی؟ میشه تی منهای یک. ببین دارم چیکار میکنم، میخوام یه درجه سه رو در واقع تجزیه بکنم. خب حالا یک الان یک این الان درجهش یکه، یه درجه یک زد در درجه چند میشه درجه سه؟ باید در یک درجه دو ضرب بکنم. من یک درجه دو اینجا می‌نویسم، آ تی دو به علاوه بی تی به علاوه سی. حالا بچه‌ای که هورنر می‌خوام برن، هورنر برن، هر چی می‌خوام برید. حالا دو تا رو در هم ضرب بکن. نگاه کن، تی در آ تی دو میشه آ تی سه. خب
بعد نه همش هم نمیخواد ضرب بکنی، حالا من میخوام همش هم ضرب کنیم نه، ولی کلا همش هم نمیخواد ضرب بکنی. تی در بی میشه برای بی تی دو، تی در سی میشه برای سی تی، سی تی برای منهای یک میشه منهای آ تی دو، منهای بی تی منهای سی. من این از این روش سریع هم های چون الان توضیح میدم طول میکشه. حالا بچه ها نها کنیم، من میخوام این که دورش سبز میکنم با این بالایی که در واقع دورش بنفشه یکی بشه. برای اینکه این اتفاق بیفته بچه ها آ باید چند بشه؟ نها کن ضریب تیسه یک، آ باید چند بشه؟ آ میشه یک. اصلا نه تقسیم لازم داریم نه هیچ، نه هورنر لازم داریم، چون خیلی از بچه‌ها شاید هورنر رو قاطی کنن. خب نها کن این منفی سی باید بشه چند؟ منفی دو. پس سی میشه چند؟ سی میشه دو. فقط یه بی اومده، یه بی به دست اومده. حالا نها کن بالا الان شما خبری از درجه دو نمیبینید، بالا خبری از درجه اصلا تی دو نمیبینید، بنابراین باید چه اتفاقی بیفته؟ اینجا من نها کن یه بی تی دو دارم، یه آ تی دو دارم، اینا جمعشون باید بشه صفر، یعنی بی منهای آ باید بشه صفر، پس بی برابر آ میشه، پس بی هم میشه یک. یعنی بدون الان پس چی شد؟ پس الان این تجزیهش شد چی؟ تجزیهش شد، من اینجا میمیسم، تجزیهش میشه تی منهای یک در تی دو، بی هم که شد یک به علاوه تی، سی هم چند شد؟ دو به علاوه دو. پنجات پنجات. خب حالا دقت بکنید، بنابراین الان این که تا اینجا بچه فهمیدین چجوری تجزیه در واقع درجه سه رو تجزیه بکنید؟ یه درجه دو خودتون می‌نویسین با ضرب مجهول آ بی سی، این دوتا رو در هم ضرب می‌کنید مساوی قرار میدید با همون عبارتی که اون بالا هست خود سوال گفته. همه بچه‌ها جواب بدن آیا فهمیدید این رو یا نه. حالا می‌خوایم، آره این چیز خاصی نبود که بخوام، حالا این تازه حالا روش هورنر اینا هم نگفتم، این کسا این نکنی اگه دقت کنم میخوام ریشه اینو به دست بیارم، این میخوام اینم کجا مساوی صفره، این ریشه نداره، این دلتاش کمتر از صفره. خب ریشه این چیه؟ تی مساوی با یکه، پس تی مساوی با یک شد. حالا چه چیزی رو ما گرفته بودیم؟ تی میریم اون بالا، بله اینا سوالایی که تو کنکور میتونه بیاد، سوال چیزی جدا از کتاب نداره. حالا ما گرفته بودیم x به علاوه یک x هم مساوی با یک، بچه این اصلا اتفاق میفته x به علاوه یک x هم مساوی با یک، این هیچ وقت اتفاق نمیفته، معادل جواب ندارد. این حالا خودتون کار بکنید ببینید که معادل جواب دارد یا ندارد. بنابراین معادل جواب ندارد، سوال قشنگ و جالبی بود، بنابراین چند جواب صحیح دارد؟ هیچی جواب ندارد. ببین x به علاوه یک x هم هیچ وقت نمیتونه یک باشه، تو دو بذاری اینجا به علاوه یک دوم میشه، صفر هم که نمیتونه. جواب نداره دیگه، آیا آذرپور جواب نداره، بزرگتر از من حلش بکن، جواب نداره. چجور اصلا اینو، یعنی یک معادل درجه دو میشه دیگه، طرفین رو ضرب در x کن میشه چی؟ میشه x دو به علاوه x مساوی با یک، یک بیاد اینور بعد میبینی که جواب ندارد. خیلی عرضم بزرگ شما که دیگه این جلسه من حالا سوال دیگهش که مونده سوال ساده ایه، اینا رو من جوابای در واقع تشریحیش رو براتون میذارم، باز هر جا که شما خودتون به مشکل خوردین به من تو تلگرام پیام بدید، بقیش فکر نمی کنم چیز سختی داشته باشه، باز براتون در واقع حل میکنم، پاسخ تشریحیش هم براتون میذارم. انشاءالله باز جلسه بعد من تمرین های نامعادله رو براتون حل میکنم، اینها رو هم که جوابش رو توی تلگرام به من بگیم که فایلش رو براتون بفرستم. خب اگه سوالی چیزی دارین من در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. حالا من تمرینای نامادرم براتون مشخص میکنم. تمرین ناماده تقریبا همش هست، یعنی یه چند تایی هست که نباید حل کنید. تمرین ناماده که فصل دوی کتاب میشه، بله بله دوی کتاب میشه، حتما اونا رو حل بکنید باز انشاءالله. کدوم دوتا سوال رو؟ آیا آذرپور من نفهمیدم. آزمون رو من توی سایت هماهنگ میکنم که بذارم، بعد عرضم به حضورتون اطلاع میدم که کی آزمون بدین. یه تایمی رو چون را جلسه اول هست یه تایمی رو براتون مشخص میکنم. آیا آذرپور شما اونی هستین که آیی گفتی بودین؟ من الان بازم دارم میرم کلاس، سعی میکنم حالا امشب که رسیدم خونه حتما براتون حل بکنم. ببخشید من اگر پیام رو جواب نمیدم به خاطر اینه که خیلی سرم شلوغه، یعنی بچه ها انقدر تعدادشون اونا که سوال میپرسن زیاد هست که وقت نمیشه. در اصل ما ازتون معذرت خواهیم کنیم، انشالله که موفق باشید.